بله، سلام، من ویلای لواسونم، فرمانه برام مهمون رسیده. خب به سلامتی. بعد بهم برسونی اگه زحمتی نیست. من الان که نمیتونم بیام لواسون، گفته بودم بعد یه 2-3 ساعت قبل به من بگین. 2-3 ساعت دیگه خودتو برسون. قبل از غروب آفتاب دستم آب میکشم، دیگه کار نمیکنم. با همه اینجور تا میکنی پروانه خانم؟ خب آخه اصول کارم اینطور میگه. نمیخوام مشتری یکی دیگه بشم. نمیفهمم، شما دارید تهدید میکنید آقای محترم؟ نه، مثل این که اوضاع روبرا شده که از رو شکم سیری حرف میزنی. اولا اینجوری نبودی. من میرم سراغ یکی دیگه که 200,000 تومن سود توی یه ساعت براش کلی پول باشه، نه 2 سال. سلام خانم مهندس، حالش خوبه؟ امرتون بفرمایید. بخش لطیفه چطوری؟ تونستی پول عملش رو جور کنی؟ لطیفه؟ شما که خانم مهندس غریبه نیستین. به جان خودم به هر دری زدم در بسته. هیچ. خب حاضری به جای پولی که میگیری برای یه نفر کار کنی؟ من کار کنم؟ فرمایش میگم معلوم از خدامه، ولی اینجا رو چی برام دوشار اینجا؟ کار اینجا اصلا لطمه نمیزنه. افسانه خانم بفهمه بیچاره من اصلا اساسا میرزه بیرون ها. خب اینجا نمیفهمو بفهم. این کاری که من میخوام بهت پیشنهاد کنم، از یه طرف خرج عمل لطیفه رو جور میکنه، از یه طرفم تو برای همیشه دیگه یه درآمد خیلی خوب داری. واقعا اگه اینجوری بشه که خدا آقاتو بیامرزه، باور کن چند وقت لطیفه گفته یخچال عوض کنیم، تقصیر نداره. همینجوری با عمود برفک میزنه دیگه. خیلی خوب، خیلی خوب. بذار من برات بگم. ببین، من یه دوستی دارم، یه نفر رو میخواد که هر روز از به بعد یه چند تا امانتی هست، اینا رو با موتور ورداره ببره اطراف شهر بده به چند نفر. همین. من این کار انجام بدم؟ همین سرشراقه یه راهی بریم و دور بزنیم پول در بیاریم؟ به همین سادگی. من از خدامه، ولی افسانه خانم بفهمه مایی به گندش نمیارده بیچاره میشم. تو اگه خودت حرفی نزنی هیچ کس نمیفهمه. من به کی چی بگم؟ بر ضرر معرفی در زنم. ببین شما قول بده روی کلام هم حساب کن تموم کن. حله؟ حل، حل. سلام آقا سفر. ببخشید دیر کردم، افسانه خانم حیات پشتی بود، گفتم بخوام متوجه نشه میام. کار خوبی کردی، منم برای همینجا باید قرار گذاشتم اینا نفهمن، اذیتت نکن. زنده باشید. فقط نمیدونم این لطیفه رو چیکار کنم. اصلا ما خواستم میرم اونجا گیر داده بود، کجا داری میری؟ تو چه بهش گفتی؟ به من تا به حال به لطیفه دروغ نگفتم. بهش گفتم خانم مهندس کار داره، میخوام برم کمکش کنم. راستش گفتم. خیلی خوب. گفتم بشتی. خیلی شده. اینو بگیر. بیا. این آدرس مشتری هست. چون اسم هر کدومشون هم نوشته، باید بهشون چند بسته بده. بله. بسیار. این هم که همین هست دیگه. دیگه بالا پایینشون نکن، بذار تو کیفت. تو آفتاب خراب میشه؟ چی؟ آره خراب میشه، بذار تو کیفت. بسیار. سراغ هر کدوم از این مشتری هم رفتی میگی من پیک هستم. بعد این بسته ها رو هم پروانه خانم براشون فرستاده. پروانه خانم فرستاده؟
آره دیگه، همون دوستی گفتم باید برش کار کنی. آه باشه چشم. تو اون نری آقا سفر. نه کاری باری. نه مواظب باش. خداحافظ شما. فقط این پروانه خانم گفتین؟ بله. به پروانه خانم سلام برسون. نازنین میدونه که با وارد کردن سفر به ماجرا ریسک بزرگی کرده، ولی مثل همیشه روی سادگی سفر حساب کرده. شایدم آخرین چیزی که فکرش کرده باشه عمل جراحی دست لطیفه باشه. پشت همه کارهایی که آدم ها میکنن یه داستانیه که حتی ما با دونستنش باز هم نمیتونیم دربارشون قضاوت کنیم. چطور داشتی تو لکی؟ نه چیزی نیم. تابلو تو لکی؟ نه با تو فکر چیزی نیم. فکره برده تو لک بگو تو شده رو کنسد درستش کنیم. قضا تو بخواه هیچی نیم. نگی به لطیفه میگم یه چیزی شده. من نکن نگی یا دهن با نکن یا میشنوم. میشنوی؟ چیه؟ بیه این چیه؟ ببینم اونجا نه بده میرون بیا بیرون نیم های گندش در بیاد بیا بیرون دیگه صابر چه غلطی میکنیم تو؟ بیا بیا باشی بیا چی؟ بیا 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 باشی اصل نامستر نمیدونی چه اسمش کوکاینه داشی کوکاین بدبخت شدم رفت کوکاین از کجا یاد گرفتی تو؟ شما 2 میلیون پول لازم داری دیگه درسته؟ آره دیگه لازم دارم لازم. خب من فردا بهت میرسونم. فقط داداش شما اون کیسه و مواد رو بده من پیش من بمونه. چون داداش تو بانک نقد ندارم. لازم نکرده بنزیفی گرفتار شدم تا اینجا بدبخت شدم دیگه میخوای بیچاره بشن؟ من فردا اون 2 میلیون رو بهت میرسونم. شما برو با اون 2 میلیون دست لطیفه رو عمل کن. جون داداش حلال حلاله. از وانت درشون آوردم. با عرق جوین. تو بچه داری گول میزنی؟ پول و مواد خیلی بیشتر از نفاست. گوش کن من یه بستشو به یکی دادم. 1 میلیون تومن پول تو پاکت به من تحویل داد. خب درستانی این خانم فردا پولشو بخواد. من چه غلطی باید بخورم؟ خب میفروشم بهش میدیم. جون داداش من به خاطر کسافتکاری خلاف نمیخوام تو بیای توش. من خودم غرق این کارم به خاطر همین میگم. منم شدم دیگه شاخ نداری که بنده 2 جا مواد پخش کردم. شدم دیگه ها. تازه خانوم فکر نمیکنه که من متوجه شدم چی به چیه. خیلی من خرگیرش اومده. بهش گفتم باقی موادم من فردا پخش میکنم. داداش من، عزیز من، بزرگ من، سالار من، سلطان من. تو که نمیدونستی چی داری میبری بدی دست مردم. میدونستی؟ نه بابا چه؟ نه همینو من دارم میگم دیگه. من 13 رنم هم آلودتم، نوکرت هم دربست به تمام نقاط ایران، تورایی هم سوار نمی کنم. فقط جون داداش بگو آرقان قضیه رو بکن بره. بگو دیگه. باشی من تا حالا رو حرف تو حرف زدم؟ زدم؟ میگه زدم بگو زدی. جون داداش بیخیال شد، بگو آرقان قضیه رو بکن. قبول؟ نوکرتم قربون آدم چیستم بکن بینم بابا نوکرتم داشتی میدونستم قبول میکنی. پس چرا بقیه جعبه ها رو نبردی به نشونیاشون؟ از صبح دارن یه بنده زنگ میزنن. نبود نبود. چی نبود؟ اونا جعبه نبود.
یعنی چه؟ یعنی که کوکائین بود. بود که بود؟ اصلا هر چی که بود نیست. چی نیست؟ چی میگی تو؟ اون زن دوست شما نی، خودتی خانم مهندس. این خانم مهندس یه روی سگی هم داره که تو کلت جا نمیگیره حتی بهش فکر کنی. اگه بخوای این چرت و پرتا رو به بقیه بگی روزگار تو سیاه میکنم. آقا سفر رفت تو کلت. سفر بیا اینجا بینم. بله همین الان میره همه جبا رو برمیداری میاری. خانم نیست بدون بچه ها بیش خودش بیش هم نیست. کجاست؟ یه دقیقه میگه. ببین من واقعا راضی نبودم خانم نیست. عصبانی نشی یا به جان خودم این شارلاتانه دیگه. این داداشم همشو گرفت به زورم یه چیزایی گفت خلاصه گرفت دیگه همه رو گرفت. البته ناراحت نباشین اما به جاش میرسونه. خیلی قال تاقه یه چیزی میشنبینید اینجوریه دیگه. گرفت چی کارشون کنه؟ گفت سه سوده همشو پول میکنه. این کارم میکنه. بله ببخش این شیرا بازه. همیشه نباید روی سادگی آدم ها حساب کرد. نازنین برای بیرون اومدن خودش از مخمصه سفر رو وارد ماجرا کرد و سفر برای فرار از این دردسر به برادرش پناه. اما هر دوشون خوب میدونند که بهترین کار براشون تظاهر به عادی بودن همه چیزه. مثل خیلی از آدمای دور برمون که خیلی وقتا دارن این کار رو انجام میدن. نازنین جان سر گلم خیلی ممنون. آقا نادر دست شما درده. لیلا چرا نمیخوری؟ خیلی خوش نزستا. نه الان میل ندارم. خاله افسانه بهش گفتن خاله. با درس ها چطوری خاله؟ نه خیر خودم دوست نداشتم بخورم. سخته؟ نه ولی کنکوره دیگه هرچی بخونی بازم کن. نه ولی تو میتونی. من بگونم که حتما قبول باشی. دوتا شکلات دیرم بینیم بزرگ. چون هنوزم با هم ارتباط تلفنی دارم. اینجا رو ببین. این تو 18 ماه گذشته 4-5-7 بار مبلغای 4-5 هزار دلاری از حسابش بیرون کشیده. هر بارم درست بعد از یکی دو روز و حساب نادر حالا نمیشه اون پرونده ها رو بذاری یه موقعی دیگه؟ ببخشید معذرت بخوام داشتم دنبال یه ماده قانونی میگشتم. خب نازنین خانم چه خبر؟ اوضاع احوال خوبه؟ بد نیست. میگم هنوز تو کار بازاریابی لوازم خانگی هستین دیگه نه؟ هر چی که سود بالاتری داشته باشه. به هر حال ما یه شرکت واسطه هستیم. یه وقت سود بیشتر در بازاریابی همین لوازم خانگی، اسباب بازی، مواد خوراکی دیگه ما مشغولیم. خب خسته نباشید. میگم این شرکتتون یه مشاور حقوقی درجه یک نمیخواد؟ چرا؟ چرا؟ منتها بحث بر سر اینه که این شرکت ما در حد و اندازه جنابالی نیست. اختیار دارید بابا. ببینم نادر نکنه تو بیکار شدی؟ من خبر ندارم. آب شد چیکار کنم؟ ما میریم بازی کنیم. برو دختر کجا میری؟ نری بزنی اون یکی دستم بشکونی. داریم میریم پشت کنکور. ایوا از دست این بچه ها. نادر یه زنگ بزن امیرعلی ببین کجاست. میخوام میز نهار رو بچینم. فعلش کن خانم هر جا باشه پیداش میشه دیگه. منم نگفتم که قراره نیاد. گفتم زنگ بزنی تذکر بدی دیر نکنه. چشم. میدونین آقای الدین ما شواهدی داریم که نشون میده زبیت مدارک مهم بوده میشه. چجور مدارک؟ مدارک
که مهمیان. ما امیدواریم که شما بتونید در مورد اونا توضیح بدید. از ارتعاش صداش مشخصه که حسابه. سلام بابا، کجایی؟ ولی نمیشه پشت در خانم بفرم خودش. این غذاها اینقدر خوشمزه است، من فکر میکنم افسانه این دفعه دیگه اجازه میده این لیلا خانم ما ازشون بخوره. نه نازنین جان، رژیمش به هم میریزه، اینطوری بهتره. بابا شروع کنین دیگه بچه ها، بسه سر شد بکشین دیگه. ولی این عجب سوپیه، بقیهش دیگه چه خبره. نوش جانتون، بفهمین. مامان، من آب بخوام. چشم. همین علی؟ چرا بوی سیگار میاد؟ سیگار؟ بویا؟ بگیر. آره، همیشه بوی سیگار میده، اما مال راننده تاکسی هست. واقعا باید یه قانونی بذارن تا راننده تاکسی هایی که سیگار میکشن جریمه بشن. بلند شما در برو لباس عوض کن، پاشو بسرم. حالا بذار غذاشو بخوره بعد میره عوض میکنه خانم. خب الان میره عوض میکنه بعد میشینه غذاشو میخوره. پاشو مادر، پاشو بسرم. خیلی ممنون، خوشمزه بود. بفهمه اونو نخوری یا نشسته است. خب از این کوچولوهاش بده. مامان میگم انگشتتو گم کردی؟ مامان دادم تعمیر، نگینش لخ شده. میدونی من وسط میبردم تعمیر. تنهایی آدم های این شهر تمومی نداره. اونا مثل بادبادک هایی هستن که توی آسمون رها شدن. اونا همیشه با خانواده و دوستانشون هستن، اما خودشونم میدونن که جز کابوس تنهایی چیزی همراهشون نیست، چون بالاخره یه روزی باد موافق دیگه نمیوزه و اون باد بادک رها شده به زمین میفته. آقا امروز جمعه است، جمعه یعنی آخر هفته دیگه. میدونم خانم مهندس، چند روز به هم مهلت بده جبران میکنم، دستم خالیه. خانم مهندس یه لحظه تشریف بیارین. این دیگه چی میگه؟ میگم خدمتتون. بفرم جوابتون دست من بود، جنسه دادم به یه ساقی، اونم منو پیچون، چون من این کاره نبودم. خلاص به همین راحتی زدی تو خواه. حالا یه دست از سر داشت من بر میداری؟ ببخشید. یا اینکه آبروی خانوادگیتون بنکن میره تو چای فاضلاب به همین پارکی. من از این حرفا نترسم، امتحانش پول نمیخواد. نشونت میدم. خانم مهندس جا زدی. میگن خواب بعد نهار کله آدمو کار میندازه، منم همینطوری فرتی فورتی یه دفعه یه چیزی زد به کلم. کله که به سر گاو میگن. حرفتو بزن. بله نسبت گاف. به نظر بنده همینجوری عشقی به نظرم رسید که میشه ازتون حق حساب گرفت.
امروز جمعه است، تا جمعه دیگه به عبارتی میکنه 7 روز. 10 میلیون باز به صرفی. البته یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، میتونی به جای 10 میلیون جنس بهم بدی، از اون مواد گرونا. اون دفعه که ساقی منو پیچون رفتم دنبالش، رو چه آب کردنش رو یاد گرفتم. الان اگه جنس داشته باشم بلدم چجوری آبش کنم. میشنوم. جونو من دیدی چجوری ورقو برگردوندم سمت خودمون؟ برو حالش رو ببر. صابر به خانم مهندس چی گفتی؟ حرف حساب چیه؟ چیه؟ دلت واسهش میسوزه؟ شون من تا بال دست رو تو بلند نکردم. یه کار نکن مطلبی که زمان بچگی با خودم قید کردم و زیر پا بذارم. ها ببین، من بعد نکاری با من داری، نکاری با خانم مهندس. شیرفم شد؟ صبر کن. الان دیگه داشتی بازی بازی من خانم مهندسه. تو هم اگه میخوای بیای تو بازی مشکلی نیست یا علی، اما پای لطیف هم به بازی باز میشه. خود دانی. صابر سفر بیش از هر وقت دیگه از اعتمادی که به برادرش کرده پشیمون. الان اون نمیدونه باید از کی محافظت کنه، از خودش یا از نازنی. تنها چیزی که میدونه اینه که باید مثل قبل سکوت کنه، چون میدونه ماهی فقط وقتی به قلاب میفته که دهنشو باز کنه. یه راهنمای کوچیک، یه حشره است. من نمیدونم بلندترین صدای دنیا مال کدوم حشره است، ولی میدونم دوست داشتنی ترین پسر دنیا همین الان داره باباش فیلم میگیره. مامان، اگه گفتی بلندترین صدا رو توی دنیا چه جونوری داره؟ حالا از بابا باشه. بابا، اگه گفتی بلندترین صدا رو توی دنیا چه جونوری داره؟ یه راهنمای کوچیک، یه حشره است. من نمیدونم بلندترین صدای دنیا مال کدوم حشره است، ولی میدونم دوست داشتنی ترین پسر دنیا همین الان داره باباش فیلم میگیره. باید که بولا دیگه، ولی میدونم دوست داشتنی ترین پسر دنیا همین الان داره باباش فیلم میگیره. پویا اینو کجا بزنم؟ همینجا بالای تختم. تو چرا پا نمیشی بری با بچه ها بازی کنی؟ مواظب دستمه، تازه درسم هم مونده. خب هم بازی کن هم مواظب دستت باش. بذار ببینم. ببین الان پاشو برو بازی کن، یه سر یه سر نیمی دیگه بیا بشین سر درسه. آره این خیلی بهتر. پاشو باشه این ببند، منم کمکت کنم. بیا عزیزم بده من. مامان اون کتونی جدیده بود که منو خریدیم، اون الان بپوشم؟ کتونی جدیدی که من برای بله بله بپوش عزیزم. تو چرا تو خونه کلا سرت میکنی؟ نمیرسه داییته؟ کفش دمه دره تو همون پاگرد. چیکار میخوای بکنی؟ هیچی، میخوام فیلمتوشو در بیارم، چون که علیرضا میگه اگه بیفته ریختگی میکنه. بیا من درش آوردم که ریختگی نکنه. نه نه نه
پویا بالاخره نگفتی این بلندترین صدای دنیا مال کدوم جونوره؟ یه حدس بزن. حدس؟ اوه، بین این همه جونور من نمیتونم. بگو، خودت بگو. مورچه. نه جدن؟ آره، معلممون میگه ما نمیتونیم صداشو بشنویم وگرنه صداش خیلی بلنده. اصلا نمیشه حدس زد. من رفتم. بله. سلام پروانه خانم. سلام. 4 بسته زعفران میخوام. لطف میکنی؟ بله میرسونم بهت. زندگیمون هر چقدر رنگی بشه دو برابر دلامون سنگی میشه. زندگیمون هر چقدر رنگی بشه دو برابر دلامون سنگی میشه. دل هاتون چرا نرده داره؟ آب چشماتون چرا پرده داره؟ بشکنین نرده ها رو، آره کنین پرده ها رو. نمیتونین اگه بیرنگ باشین، میتونین با همه یک رنگ باشین. پرواز میشه همه ی پنجره ها رو به خدا باز میشه. دل اون روز هر پرواز میشه همه ی پنجره ها رو به خدا باز میشه. سلام خانم کیسا. سلام خانم، مامانت هست؟ نه، ولی الان میگه باید پیداش بشه. کجا رفت؟ نمیدونم. سلام. سلام مامان. سلام هست خانم. سلام پسر گل. پوریا بودو برو تو خونه با لیلا بازی. چش جانم. خوبی؟ این شارژ این ماهه. دست شما درد نکنه. آقا سعید خوبم؟ بله خوبم، با دوستاش رفته سوارکاری. بالاخره بعد نیست یه موقعی مال خودش باشه. آخه یه ساعت پیش دیدم تو ساختمونش داشت تو خاک و خل لول میخورد. بله اون موقع آره، ولی بعدش رفتن مانش سوارکاری. میدونم عزیزم، همون اولی که گفتی قبول کردم. بد نیست گاهی اوقات برم ورزش، زندگی که همش تو خاک و خون نمیشه. بله خب من دیگه برم، دیرم. به سلامت. خدا دیگه. خوش آمد. خدا دیگه. خدا دیگه. سلام خانم. سلام. سلام. حالتو خوبه؟ خدا سلام خدا. برسی. سلام برسی. سلام خانم. به چرخ ببینم. بله؟ به چرخ ببینم. چیزی شده؟ این چیه؟ خدا. این چیه؟ کفشاتو میگم. کفشم همونی که برای تولدم خریدی، امروز هم واکسش زدم، اتفاقا خیلی خوبه. کفشو نگاه کن. چرا اینقدر گلیه؟ کجا بودی؟ نمیدونم. نادر، کفشاتو در میاری، میبری تو دستشویی میشوری، بعد میای تو خونه. در غیر این صورت پاتو تو خونه نمیذاری. چشم. دل درمونده دارم، یه دفتر خونده دارم، قصه داره در میزنه، مهمون ناخونده دارم،